بهار در بخش شمال شرقی هند واقع شده. اینجا همون جاییه که حضرت بودا به روشنبینی رسیدن. در محدوده جغرافیایی بهار شریف حدود 6000 نفر در فرایند جامعه سازی مشارکت دارند. در سالهای اخیر بیش از 1000 نوجوان برنامه نوجوانان را گذراندند. اسم گروه نوجوانان ما صداقته. امروز هم قراره برای پاکسازی محیط زیستمون درخت بکاریم. ۹۰۰ کودک داشتیم که کلاس های کودکان رو گذروندن و حدود 500 بزرگسال دوره های متسلسل رو پشت سر گذاشتن. 60 جلسه دعا برگزار میشه که مردم با اشتیاق در اونها شرکت میکنن و الهام میگیرن. در نتیجه همه این فعالیت‌ها، دگرگونی عمیقی در فرد، جامعه و مؤسسات به وجود اومده. همه شما به این جشن نوجوانان خوش آمدید. خیلی خوشحالیم اینجا هستید. برای نوجوانان جشن‌های نوجوانان برگزار میشه، برای کودکان هم جشن‌های کودکان. این جشن‌ها اشتیاق بسیاری به وجود میاره و آگاهی جامعه رو بالا میبره. جشن نوجوانا برای روستای ما لازمه، چون اونجا چیزا یاد میگیریم. همه نوجوانا تجربه های خودشون رو با هم در میون میگذارن، مثل اون چه در کتابا یاد گرفتیم. پدر و مادرای ما خوشحالن که اینو میبینن. اگر چنین فعالیت های ادامه پیدا کنه، اون وقت اعتماد و عشق در دهکده ما رشد میکنه. وقتی یک جلسه تأمل و بازنگری هست، زنها، کودکان، نوجوانا، جوانا و بزرگسالها همه دور هم جمع میشن و اون رو مثل یک جشن برگزار میکنن. فضا برای تأمل و بازنگری، مشورت و تصمیم گیری نه تنها در جلسه تأمل و بازنگری وجود داره، بلکه فضاهای زیادی هست که افراد برای تأمل و بازنگری، مشورت و تصمیم گیری به اونجا میان. برای مثال جلساتی برای معلمان کلاس‌های کودکان، جلساتی برای مشوقان، برای مربی‌ها و برای شرکت کنندگان در حلقه مطالعه وجود داره و به خاطر این جلسات فرایند یادگیری رو به پیش رفته. محدوده جغرافیایی بهار شریف یه پایگاه یادگیری برای برنامه نوجوانان هم هست. اینجا هر 3 تا 6 ماه سمینارهای آموزشی و تأمل و بازنگری ترتیب داده میشه که هماهنگ کننده های نوجوانا از حدود 10 محدوده جغرافیایی دیگه تو اون شرکت میکنن. اونها اینجا به تبادل تجربه میپردازن، ملاقات های میدانی انجام میدن و برای پیشبرد برنامه بر اساس یادگیری هاشون برنامه ریزی میکنن. ما در مؤسسه محفل روحانی محلی دیدیم که اونها نه تنها نگران بهائیان شرکت کننده در فعالیت ها هستند، بلکه نگران رفاه تمام دهکده هستند.
برای مثال به این فکرن که چطور همه در دهکده میتونن آموزش روحانی دریافت کنن. محفل روحانی محلی هارگاوان همراه کننده ما کل دهکده رو مورد بررسی قرار دادند. ما به هر خونه رفتیم و خیابون، محله، ناحیه و دهکده خودمون رو بررسی کردیم تا ببینیم چند جوان، بزرگسال و کودک وجود داره. بر اساس این بررسی، کلاس‌های برای کودکان، نوجوانان و جوانان ترتیب دادیم. جمعیت دهکده هارگاوان 2000 نفر هست که 1600 نفر از اونها یا با فعالیت‌های اساسی مرتبط هستند یا در اونها شرکت دارند. محفل روحانی محلی در عین حال نگران سلامت همه دوستان در دهکده هم هست و با اونها در این باره شروع به گفتگو کرده. محفل روحانی محلی که اردوی چشم برای سلامت افراد مسن‌تر ترتیب داد و همراه با مردم دهکده به 10 تا 12 دهکده دیگه اطلاع داد که قرار است یک پزشک بیاد. 400 نفر آمدند و درمانشون خیلی موفقیت‌آمیز بود. دوائر محدوده جغرافیایی سعی دارن ادوار فعالیت ها رو با روش طبیعی زندگی روزانه مردم هماهنگ کنن. بیشتر مردم اینجا به کشاورزی اشتغال دارن. حالا فصل برداشته و کشاورزا سخت مشغول کار روی زمین های خودشون هستن. برای همین ما نمیتونیم بیشتر طرح‌های فشرده‌مون رو طی این دوره برنامه‌ریزی کنیم. بنابراین وقتی فعالیت‌ها رو برنامه‌ریزی می‌کنیم، امتحانات جوان‌ها و فعالیت‌های کشاورزی و از این قبیل کارا رو در نظر می‌گیریم. یهاں پر کئی گاؤں کو ملا کر یک پنجایات از چند دهکده تشکیل شده و مدیر پنجایات رئیسه. یکی از این رئیسان ساکنان پنجایات خود رو تشویق میکنه تا جوانا، نوجوانا و کودکان رو در فعالیت‌ها وارد بکنه. تو پنجایات 8 دهکده با جمعیت 28 هزار نفر سکنه وجود داره و من مدام درباره پیشرفت اونا فکر میکنم. برای همینه که همه بچه ها و نوجوان ها رو تشویق میکنم تا تو فعالیت هایی که جامعه ایباهایی ارائه میکنن شرکت کنن. من تو خونم 2 دختر دارم و هر 2 کتاب 1 تا 6 رو گذروندن و دارن کلاس اداره میکنن و ما خوشحالیم. وقتی پسرها و دخترها پیشرفت میکنند، قطعا دهکده هم پیشرفت میکنه. تغییرات زیادی در سطح فرهنگ در حال رخ دادن هست و مردم به تدریج دارن از تعصب‌های کهنه آزاد میشن. در هند، تعصبات طبقاتی ریشه بسیار عمیق داره. این یک نظام اجتماعی جا افتاده است. مردم از طبقات، کاست‌های بالا و پایین با هم مخلوط نمی‌شن، هم نشینی نمی‌کنن، با هم صحبت نمی‌کنن و یا با هم غذا نمی‌خورن. وقتی کودک بودم، پدر بزرگ و مادر بزرگم به من میگفتن به خونه های مردم از طبقات اجتماعی دیگه نرم، یا با اونها غذا نخورم یا صحبت نکنم، و فکر میکردم همین درسته. بعد وقتی کتاب 1 روحی رو خوندم و آثار مقدس حضرت بهاءالله رو مطالعه کردم، این حرف رو که همه ما مثل برادریم با پدر بزرگ و مادر بزرگم مطرح کردم و شروع کردم به رفتن به خونه های دوستان و غذا خوردن و صحبت کردن و وقت گذروندن با اونها.
بعد از مطالعه کتابی یک ذهنم باز شد. ما یاد گرفتیم که جایی برای نظام کاستی وجود نداره و وقتی جامعه امروز رو میبینیم احساس سرور بسیاری میکنیم. مردم لازم نیست مثل گذشته درد و غم رو تجربه کنند. پیشتر مردم میگفتن که افرادی از کاست‌های متفاوت نمیتونن وارد خونه اونها بشن. اونها باید بیرون بایستند و ما باید به اونها بی‌اعتنایی کنیم. وقتی به حلقه مطالعه پیوستم، تعصب‌های ما ناپدید شد و حالا آماده پذیرایی از دیگران هستیم. ما در دوران پرورش کودکمون تصمیم گرفتیم به اون نگیم که به چه کاستی تعلق داره، که هرگز این فکر رو نداشته باشه که والاتر یا پستره و کسی دیگری رو هم والاتر یا پستر از خودش نبینه. همه رو برابر ببینه. تو فرهنگ ما بین بزرگترها و جوانا فاصله وجود داره. پیشترها اگه ما بزرگترها چیزی میگفتیم، جوانا فقط باید اطاعت میکردن. اما با اومدن فرایند مؤسسه خیلی چیزا تغییر کرده. حالا ما داریم فرصت‌هایی پیدا می‌کنیم که بزرگترها و جوونا با هم بنشینیم و مشورت کنیم و فقط پس از مشورت تصمیم بگیریم. هر چی بزرگترها تصمیم می‌گرفتن همون می‌شد، اما از زمانی که مؤسسه آمد همکاری خوبی بین بزرگترها و جوونا وجود داره. مانند قبل نیست، تغییر خوبی به وجود آمده که عالیه. نه بلا بڑھیا ہوا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کہ مہلاؤں کو به زنان هرگز فرصت شرکت در تصمیم گیری داده نشده. توانمندی های اونها همیشه دست کم گرفته شده. دختران رو در سن خیلی کم شوهر میدن و جایی برای خواسته دختر وجود نداره. به او اجازه داده نمیشه که تصمیمی بگیره و با او مشورت نمیشه. پدرم من رو در سن کم شوهر داد، پیش از اون که بتونم درک کنم ازدواج چیه. وقتی به اینجا اومدم اجازه بیرون رفتن نداشتم، باید در خونه میموندم. یک روز یک نفر اومد و کتابهای روحی رو معرفی کرد و پرسید که آیا دوست داریم ملحق بشیم. مادر شوهرم هم یه شکلی راضی شد که من برم. از شوهرم هم اجازه گرفتم و به این ترتیب کتابها رو تموم کردم. از وقتی که به فرایند مؤسسه پیوستم تغییرات بسیاری رخ داده، محدودیت ها هم از بین رفتند. در فرهنگ اینجا به دختران اجازه داده نمیشه از خونه های خودشون بیرون برن. من فقط از خونه به مدرسه میرفتم و برمیگشتم. اما وقتی به فرایند مؤسسه پیوستم، فرصت بیرون رفتن پیدا کردم. اول میترسیدم که تنها بیرون برم. اونقدر میترسیدم که حتی نمیتونستم با مردم صحبت کنم. با این حال رفتم. حالا به عنوان هماهنگ کننده نوجوانان خدمت می کنم. گروه های نوجوانان رو در دهکده خودم ملاقات می کنم و همچنین به دهکده های دیگه هم میرم و گروه هایی رو اونجا ملاقات می کنم. با مشوقان درباره گروه هاشون صحبت می کنم و دوستان خوبی شدیم. در فرهنگ ما پدر و مادرها تصمیم میگیرن دخترشون با چه کسی ازدواج بکنه و دختر حق اظهار نظر نداره. در دهکده ما دخترانی رو میبینیم که در سن 12 یا 13 سالگی ازدواج میکنن. وقتی ازدواج کردم 12 ساله بودم. هرگز شوهرم رو ندیده بودم. هرگز نمیخواستم دخترم در سن پایین ازدواج کنه. دختر ما ریوا پس از اون که انتخابش رو کرد موافقت ما رو جویا شد، بعد ازدواج کرد. من چند روز پیش در سن 25 سالگی ازدواج کردم و کسی رو که میخواستم با اون ازدواج کنم انتخاب کردم و با پدر و مادرم صحبت کردم و اونها موافقت کردن. در جامعه ما وقتی دختری به دنیا میاد، پدر و مادرش نگران میشن.
باید برای جهیزیه اون شروع به پول جمع کردن کنن. امکان داره که خیلی زیر قرض برن. مبلغ جهیزیه درخواست شده روز به روز در حال افزایشه. والدین دختر مزرعه‌شون رو باید بفروشند یا برای تهیه جهیزیه گزاف برای خانواده پسر راهی پیدا کنند. شروع به پول جمع کردن کنند. برای ازدواج ریوا هیچ مبلغی درخواست نشد. عروسی او بسیار ساده بود و ما پدر و مادر خیلی راضی هستیم. عروسی من به شکل خیلی ساده برگزار شد. در حقیقت در روز عروسیم همین لباس رو پوشیده بودم. وقتی مسئله آموزش پیش میاد، به زنان گفته میشه برای زنان مطالعه کردن چه فایده ای داره؟ فایده تحصیلات عالی برای اونها چیه؟ به زنان فرصت پیشرفت داده نشده و ارزش اونها رو همیشه نادیده گرفتن. در دهکده مردم به پدر و مادر من میگفتن فایده این همه آموزش برای دخترتون چیه؟ اما پدرم هرگز توجهی به حرفشون نکرد. اون همیشه میگفت هر قد بخواد درس میخونه. ما فهمیدیم که تحصیلات برای زندگی هامون خیلی مهمه. به همین خاطر با یه گروه شروع به بررسی دهکدمون کردیم و فکر کردیم برای توسعه دهمون چه کار میتونیم بکنیم. با افراد و والدین زیادی ملاقات کردیم، باهاشون جلساتی برگزار کردیم، با هم مشورت کردیم و یه مدرسه جامعه تأسیس کردیم. در 4-5 سال گذشته ما در خونمون یه مدرسه دایر کردیم که 100 کودک از کودکستان تا پایه 5 برای تحصیل به اون میان. تعداد دختران تحصیل کرده خیلی افزایش پیدا کرده و والدین هم به نحو فزاینده‌ای آگاه شدن که دخترها هم باید تحصیلات خودشون رو تموم کنن. از زمانی که مردم یادگیری در مورد ظهور حضرت بهاءالله را شروع کردن، فضاهای بسیاری به وجود آمده که مردم میتونن با هم بنشینند، مشورت بکنن و عمل کنن. در چنین فضاهایی تعصب به هیچ وجه جایی نداره. چه تعصب طبقاتی، چه نابرابری میان زنان و مردان و چه تعصب بین بزرگترها و جوانان. اینجا همه برابرن، با هم می نشینن، نظرهاشون رو ابراز می کنن و همه به همدیگه احترام می گذارن. یک مدنیت تازه، یک فرهنگ تازه در حال پدیدار شدن در دهکده ماست. مردم درباره آموزش هوشیارترند. تعصب کاستی رو به زوال گذاشته. حالا به زنها احترام بیشتری گذاشته میشه. ازدواج دختران در سن کم کاهش یافته و به این شکل فرهنگ تازه‌ای داره پدیدار میشه. در هند یک مشرق الاذکار قاره‌ای وجود داره و حالا قراره در بهار شریف یک مشرق الاذکار محلی هم تأسیس بشه. مردم اینجا سرشار از اشتیاق هستند و احساس خوشبختی میکنن. در مورد مشرق الاذکارها، حضرت عبدالبها آرزوی خودشون رو اینطور بیان میکنن: تا نوع بشر مکانی جهت اجتماع داشته باشد و اعلان وحدت عالم انسانی از صحن مقدس آن بلند شود.